درودی به گرمای شوراگین شامگاه سه‌شنبه شهریور میهن ایران زمین بر شما هم میهنان ارجمندم در جای جای جهان، به ویژه هم میهنان عزیز در مام میهن. خبرها را دیدید و شنیدید و همینک تا 15 دقیقه پیش روی بیننده برنامه شامگاهی صفحه 1 خواهید بود که خوانشی است بر اهم مطالب منتشره روزنامه‌های امروز ایران در ایران فردا. همگام با شما گذری بر پیشخوان نشریات شهر و نظری بر سرتیتر روزنامه‌ها. با ما باشید، به خانه باز خواهیم گشت. انتشار مدارک تخلفات دولت محمود احمدی نژاد در بذل و بخشش اموال دولتی تیتر مشترک بیشتر روزنامه‌های امروز ایران بود. اعتماد تیتر یک ستون دوی خود را با سه واژه آراست: بذل و بخشش زنجیره‌ای. اما تیتر اصلی اعتماد با تصویری از محسن هاشمی نامزد شهرداری تهران چنین نوشته شده بود: شهرداری محل کار سیاسی نیست. آرمان تیتر اصلی خود را با تصویری از اکبر ترکان چنین بست: افشاگری قدم به قدم درباره واگذاری های مناطق آزاد. تهران امروز وابسته به جناح قالیباف با اشاره به نامه چمران به علی لاریجانی در خصوص انتصاب شهردار برای چند دوره متوالی چنین تیتر زد: پایان جنجال و شبه آفرین درباره انتخاب متوالی شهرداران. روزنامه شرق با تصویری از دربی نیمه باز که احمدی نژاد پشت آن درب دزدیده مینگرد، تیتر اصلی خود را به گزارشی از جلسات کنونی احمدی نژاد و وزرایش در این ساختمان اینگونه آراست: در ساختمان لادن چه خبر است؟ تیتر برجسته شرق در پاسخ به تکذیب حمید بقایی از غارت اموال دولتی احمدی نژاد اینگونه بسته شد: ترکان مدارک تخلفات دولت دهم را منتشر کرد. روزنامه قانون با لحنی طعن‌آمیز از برداشت پول 16 میلیاردی احمدی نژاد و واریز به دانشگاه تازه تأسیس ایرانیان اینگونه بست: پول مردم در جیب ایرانیان. کیهان آخرین وضعیت سوریه را تیتر برگزید و نوشت: تشکیل زنجیره انسانی در شهرهای سوریه، مردم آماده جنگ با آمریکا هستیم. میان تیتر کیهان به نقل از بشار اسد بسته شده بود: مواضع اصولی ایران از حمله آمریکا به سوریه جلوگیری کرد. آفتاب حضور هاشمی رفسنجانی در مهمانی ویژه ناطق نوری را اینچنین تیتر زد: نهار سیاسی هاشمی و ناطق. اقتصاد پویا با اشاره به گام نخست طرح 100 روزه اقتصادی نوشت: پرونده گرانی بنزین بسته شد. و روزنامه ابتکار با تصویری از قالیباف و محسن هاشمی با روتیتری که کدام به بهشت میروند راهی پیشخوان نشریات شد: شهرآورد اصلاح طلبان و اصولگرایان. تیتر برجسته ستون دوی ابتکار: آغاز افشاگری اصولگرایان علیه احمدی نژاد. واکنش ها به کشتار ساکنین اشرف در عراق با محکوم کردن این جنایت هولناک از سوی آمریکا و سازمان ملل، لحظه های گریز و ستیز جهانی علیه سوریه و احتمال لحظه ای گزینه نظامی و حمله علیه این کشور، افشاگری های گسترده و مستمر فسادهای مالی باند محمود احمدی نژاد از سوی کارگزاران دولت کلید و امید، از جمله واگذاری های دیگر اموال دولتی همچون چند ساختمان متعلق به مناطق آزاد قشم و چابهار در تهران به دانشگاه زیر نظر محمود احمدی نژاد، توقف افزایش قیمت بنزین، تلاش های دولت روحانی بر فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، اهم مطالبی بود که بیشتر روزنامه های امروز به طور مشترک به انتشار آن پرداخته بودند.
در آغاز همانند هر شب صفحه یک امشب را می گشاییم با نگاه رسانه های جهان به ایران. از شرق الاوسط در یادداشتی با عنوان سقوط سوریه یعنی غرق شدن ایران در بحران به واکنش زود هنگام سرگئی لاروف وزیر خارجه روسیه در کنار کشیدن این کشور از پشتیبانی به نفع سوریه می نویسد و اینکه کنار کشیدن روسیه از پشت یک کشورهایی که از قبل متحدین آن محسوب می شوند، این را هشداری می خواند که تهران را به هراس و بیم و فکر وامی دارد. این نوشتار که با عنوان اصلی قرائت مبکرت فی سقوط الاسد و زلزال الاقلیمی در نشریه معتبر الشرق الاوسط تحریر شده بود، در خصوص اظهار بیطرفی شتابناک روسیه در جنگ احتمالی سوریه چنین نوشت: مسکو می توانست در اعلام این موضع که دخالتی در جنگ نخواهد داشت تأخیر کند تا اینکه حمله آمریکا شروع شود، ولی این کار را نکرد و با عجله‌ای که به خرج داد به کاخ سفید کمک کرد تا ائتلاف جهانی گسترده تری را تشکیل داده و ایده حمله به سوریه را زیر چتر آن پیگیری کند. به خصوص اینکه لاروف به عمد اشاره کرد که مسکو پیش از این نه برای دفاع از میلوشویچ در یوگسلاوی و نه در دفاع از صدام در عراق وارد عمل شده و صرفاً به هشدار دادن اکتفا کرده بود. نویسنده با اشاره به نتایج سقوط سوریه بر کشورهای عربی منطقه می نویسد: می توانیم بگوییم که ما در برابر فرصتی تاریخی قرار داریم تا جهان عرب را بعد از مدت‌ها چند دستگی بار دیگر متحد کنیم. سقوط نظام سوریه وضعیت سیاسی عراق را آرام خواهد کرد و در نتیجه بازوهای ایران در منطقه یکی پس از دیگری قطع می شوند. همچنان که سقوط حکومت منطقه اخوان المسلمین به مثابه سقوط رؤیاهای امپراتوری عثمانی بود. نویسنده در پایان این یادداشت با اشاره به ناسیونالیسم ملی عربی دوران پیشین نتیجه می گیرد: دوره تیره‌ای که در آن عرب‌ها به پیشرو در نیت و واپسگرا در عمل توصیف می‌شدند خاتمه یافته است. عبدالحلیم خدام، معاون سابق رئیس جمهور سوریه، زمانی گفته بود که عرب‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: عرب‌های جغرافیایی که بار ملی‌گرایی را به دوش می‌کشند و عرب‌های ارضی که نفت در اختیار دارند و وظیفه‌شان تأمین مالی ملی‌گراهاست، که دستاورد این ملی‌گراها هم چیزی جز شکست و فاجعه نبوده است. صفحه یک امشب را ادامه می‌دهیم با مروری بر چکیده سرمقاله. روزنامه کیهان: کلید بود یا سویچ بولدوزر؟ عنوان یادداشت روز کیهان بود که به قلم حسین شریعت‌مداری علیه دولت کلید و تدبیر موسوم به اعتدالی حسن روحانی نوشته شده بود. مدیر مسئول این مؤسسه مطبوعاتی با ایراد تردید در عملکرد دولت تدبیر و امید، گفته روحانی را در بکارگیری کارکنان و همکاران دولت مبتنی بر شایسته سالاری، برخی از وزرا و کارکنان انتصابی را منتسب به جریان فتنه آمریکایی اسرائیلی سال 88 نامید و با لحنی کمتر متعارف و نامحترم می نویسد: همینجا و با عرض پوزش باید گفت شعار اعتدال هندوانه دربسته است که تا شکافته نشود نمی توان درباره محتوای آن قضاوت کرد. مگر اصلاحات شعار بدی بود؟ ولی در عمل به وطن فروشی و خروج از حاکمیت شماری از مدعیان اصلاحات انجامید و آقای خاتمی تازه در اواخر دوران ریاست جمهوری خود پیشنهاد کرده بود که اصلاحات نیاز به تعریف دارد. آیا قرار است شعار اعتدال به سرنوشت شعار اصلاحات دچار شود؟ حسین شریعت مداری که عمدتاً دیدگاه‌های رهبری نظام رو منعکس می‌کند، در بخش دیگری از یادداشت تهاجمی خود علیه کابینه روحانی به سرپرست شدن توفیقی در وزارت علوم اشاره می‌کند و خشمگین از برکناری صدرالدین شریعتی، رئیس نسبتاً بدنام دانشگاه خوشنام دانشگاه علامه طباطبایی، می‌نویسد: به مصداق مشتی که نمونه خروار است می توان
از انتصاب سرپرست وزارت علوم یاد کرد. ایشان به گواهی اسناد مکتوب و فیلم‌های موجود از اصحاب فتنه 88 بوده و این واقعیت تلخ از نگاه رئیس جمهور نیز پنهان نبوده و نیست، تا آنجا که به همین علت از معرفی وی در فهرست وزرای پیشنهادی اجتناب کرد. سرپرست کنونی وزارت علوم که به نظر می‌رسد مأموریت جاده صافکنی و ریل گذاری این وزارتخانه حساس به نفع فتنه‌گران را بر عهده دارد، این روزها با عجله و شتاب فراوان به عزل و نصب‌های سوال برانگیز و تغییرات غیرقابل توجیه و غیر علمی در وزارتخانه تحت سرپرستی خود مشغول است. به عنوان نمونه و فقط به عنوان نمونه، دیروز یعنی در یک روز تعطیل رسمی، حجت الاسلام دکتر شریعتی را از ریاست دانشگاه علامه عزل کرد و چند روز قبل در اقدامی مشابه و غیر منتظره و با یک تماس تلفنی کوتاه رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان را نیز برکنار کرده بود و همچنین با اتخاذ یک تصمیم و اعتراض آفرین دانشجویان بورسیه را از حق قانونی خود محروم کرد و اقدامات مشابه دیگری از همین دست. و مروری کوتاه بر چند خبر کوتاه. ماجراهای دانشگاه جدید محمود احمدی نژاد است که برای راه اندازی آن در آخرین روز کاری خود مبلغ 16 میلیارد تومان پول را به حساب شخصی خود واریز کرده بود و موجب واکنش دولت روحانی و رسانه ها شد. در تازه ترین واکنش، نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره بازگشت 16 میلیارد تومان به حساب دانشگاه جامعه ایرانیان گفت اصل خبر مبنی بر اعاده 16 میلیارد تومان یک بحث است و این حاشیه‌هایی که به آن پرداخته شد بحث دیگری. من فکر می‌کنم با توجه به اینکه مسئولین این دانشگاه در خصوص اعاده و بازگشت 16 میلیارد تومان موافقت کردند، دیگر نیاز به این بحث‌ها نیست و می‌توانیم آن را خاتمه یافته تلقی کنیم. خبر بعدی نهار سیاسی بود که هاشمی رفسنجانی در خانه پدری ناطق نوری در دهکده به نام اوزکلای مازندران در بلده نور برگزار کردند. او پارسال میزبان حسن روحانی و سال قبل از آن نیز میزبان علی لاریجانی در همین شهرستان، یعنی شهرستان نور بود. بر اساس گزارش‌های دریافتی، در میان استقبال کنندگان از آقای هاشمی رفسنجانی، احمد ناطق نوری یعنی برادر آقای ناطق، آیت الله رسولی محلاتی که پدرزن ناطق و از اعضای ارشد دفتر رهبری ایران هست، سید جواد رسولی محلاتی سفیر سابق ایران در عربستان و حجت الاسلام شهیدی محلاتی با جناق ناطق نوری و مشاور کنونی حسن روحانی حضور داشتند. هرچند این اولین بار است که هاشمی نهار را در زادگاه پدری ناطق نوری صرف کرد، اما دیدارهای این دو چهره سیاسی مدت هاست که به شکل منظم برگزار می شود. ناطق نوری، هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی طی سالهای اخیر بارها پس از پایان جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نهار را با هم صرف می کردند. و روزنامه شرق در گزارشی کوتاه از احتمال برخوردهای قضایی گسترده در آینده نزدیک علیه مردان محمود احمدی نژاد خبر داد و از احضار به دادگاه ضریب‌آفان پس از احضار رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد می نویسد هنوز موعد دادگاه محمود احمدی نژاد فرا نرسیده که خبر می رسد بازجویی از معاون اول دوران ریاست جمهوری وی آغاز شده و هنوز چند روزی از این خبر فاصله نگرفته ایم که پای مسعود ضریب‌آفان رئیس بنیاد شهید هم به دادگاه باز می شود. شاید این تازه آغاز راه باشد و در آینده شاهد تداوم روند رسیدگی های قضایی بیشتری باشیم. آن هم دولتی که به زعم مسئولانش پاکترین و قانونمندترین دولت تاریخ ایران بود و با وجود این در روزهای پایانی حضور در قدرت
حتی از برداشت‌های مجرمانه میلیاردی به تعبیر ترکان دست بردار نبوده است. تیم تحقیق و تفحص مجلس به هنگام انجام وظیفه خود متوجه سرنخ‌هایی از اختلاس در بنیاد شهید شدند و اعلام این موضوع از سوی یکی از نمایندگان موجب ناخرسندی مسعود زریبافان رئیس سازمان بنیاد شهید شد. زریبافان از مدیریت فوتبال و ریاست مجمع باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران به بنیاد شهید آمد و سالهای حضورش در این سازمان سالهای تلخی برای اغلب خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان بود، تا جایی که حالا چند هفته است مدام گروهی از خانواده شهدا برای اعتراض به معوقه های خود مقابل در شمالی بهارستان تحصن می کنند. تا درودی دوباره و شامگاه دیگر در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.